بریم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العلي العظيم. الرحمن، خدای رحمان، علم القرآن، قرآن را یاد داد، خلق الانسان، انسان را آفرید، علمه البیان، علمه البیان، با او بیان آموخت. صدق الله مولانا العظیم. بیننده های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان و اطفال نازنین دختر و پسر در هر کنج کنار دنیا و هر کنج کنار افغانستان عزیز که مرا میبینین، صمیمانه خدمت شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو عرض میکنم. امیدوار هستم ایام پر سعادت و فیض و برکت عید سعید اضحی را به خوشی و مسرت سپری کرده باشین و دلهایتان شاد و قلبهایتان آرام و سکون از ذکر و فکر ذوالجلال باشه. افتخار دارم که بازم با پیشکش کردن 85 برنامه اسلام زن و زندگی مهمان خانه های شما عزیزا هستم. هموطنان عزیز و گرامی، پیش از اینکه به برنامه امروز بپردازم، امروز مصادف است با 26 سرطان سال 1301 که 49 روز قبل درست در همین روز در افغانستان یک کودتای به همکاری گروه چپ و سرکردگی سردار محمد داود خان صورت گرفت که این کودتا کودتای سفید بود و در حقیقت سردار محمد داود خان که شوهر همشیری محمد ظاهر شاه، شاهی که 40 سال حکومت در افغانستان سلطنت کرد و حکومت راند، به ضد شوهر بساب از او کودتای سفید انجام داد به همکاری گروه پرچم و خلق. و در حقیقت 49 سال قبل شیرازی حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نظامی افغانستان آیسته آیسته به طرف انحراف رفت و از وضع متعادلی که افغانستان داشت به طرف آیسته آیسته به طرف تعالی و ترقی گام برمی داشت به حساب انحراف کرد و به شکل یک جمپ یا یک خیز بسیار بزرگ به طرف چپ به حساب قدم برداشت و همین قدم باعث سقوط افغانستان به دامانش شرق سوسیال امپریالیسم روس و بعد از او به دامان کشورهای همسایه و بعد از او به تحت تسلط حکومت امریکا و کشورهای غربی و بعد از او دوباره به دست طالبان سپرده شد. در حقیقت از نظر ما که یکی از مصیبت دیده های کودتای 26 سرطان هستم و قبله ما علامه صاحب محمد عطاالله فیضانی از جمله علمای متبحر و روحانی روشنزمیر و منور افغانستان که در به اثر توطئه گروه خلق و پرچم توسط سردار داود خان به زندان افکنده شد و بدون کمترین جرم و اسنادی که داشته باشه در محکمه نظامی بدون از اینکه حق دفاع داشته باشه به حبس ابد محکوم شد و بعد از او بعد از کودتای هفت ثور متاسفانه یک سال بعد مفقود الاثر گردید. به هر حال از نظر من کودتای 26 سرطان که به همکاری مارهای پرچمی و خلقی در توسط دستگاه استخباراتی کجیبی در افغانستان سازماندهی شده بود، گرچه رهبریش یک افغان به دوش داشت، در قدمه‌هایی بود برای بدبختی افغانستان و آهسته آهسته از بین رفتن شیرازی وحدت ملی و حیات اجتماعی و فرهنگی افغانستان دستخوش تلاطمات بیشماری شد که امروز تقریبا نیم قرن میشه که ملت افغانستان آب خوش از گلونشون پایین نرفته.
پامال سوسیال امپریالیسم شوروی شدن، بعد از او به دامن بساب پاکستان و ایرانیا بساب اومال از و جنگ های داخلی را در افغانستان به میان آوردن و بعد از او هم بالاخره پاکستان توسط طالب افغانستان اشغال کرد و باز امریکا در سر توطئه حساب به افغانستان لشکرکشی کرد بهانه جست و دوباره افغانستان به دامن به طالبان تسلیم کرد. به هر حال ما این قضاوتش حساب به تاریخ میگذاریم و ملت افغانستان امروز هر بدبختی و مصیبتی که میکشه تقریبا آغازش از سال 1352 است که نظام نیم بند دموکراسی در افغانستان حساب تغییر کرد و اما آزادی بیان و آزادی و دموکراسی که به شکل انتخابی پارلمان می آمد و مشران جرگه و به حساب ولس جرگه داشتیم او از بین رفت و دیکتاتوری در افغانستان قائم گردید. گرچه ایده از هموطنان ما داودخان من حیث یک شخصیت منور می دانند که برای آزادی حقوق زنها کار کرده. در سال 1338 او فرمان رولوچی را صادر کرد و به حساب برای چادری پوشیدن اختیاری اعلان کرد و در قیامی که مردم قندهار کرده بودن یک تعداد زیاد از مردم را که مخالف رولوچی به اصطلاح در وقت بود اونا را اعدام کرد یا زنده زنده در تندور سوختان. به هر حال حالا قضاوت نمی کنیم، اونمو استبداد بود که به اینمی بدبختی جامعه ما را کشاند که امروز دوباره زن روشن فکر و منور افغانستان دوباره باید به انحصار بره و به محدود شوه فعالیت ها و حرکت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و خدمات بساب ارزنده که در رشد و پیشرفت مملکت داشت همش بساب به رکود مطلق مواجه شود. ما انتقاد نمی کنم، کار خوب کرده، مگر انتقاد ما متوجه خواهرای عزیز ما است که تا چی وقت ما منتظر هستیم که مردا بر ما حقوق بدن و بر ما را آزاد بسازن یا ما را محصور بسازن. ما باید در چوکات معارف دینی خود ما از حقوق و مسئولیت های خود آگاه شویم و در پرتو روس ارشادات قرآن و دست ناخورده اسلام و حقایق دینی از حق خود دفاع کنیم من حیث یک انسان کامل. به هر حال به روح تمام شهدای گمنام افغانستان که بعد از کودتای سفید 1352 شهید شدن و چی در جنگ نابرابر و ظالمانه و وحشیانه و اشغالگرانه شوروی جانهای عزیز خود بیش از 2 میلیون افغان از دست دادن و چی در جنگهای تنظیمی و چی هم در جنگ که امریکا و ناتو در افغانستان برای انداخته بود و چی هم در عملیاتی که فعلا در افغانستان در ولایت های مختلف افغانستان به نام ای که تاغی و یاغی هستن یک تعداد هموطنهای ما شربت های شهادت نوش میکنن. من بر روح کل از اونا درود میفرستم، خداوند روحشان شاد داشته باشه و درجات عالی در بهشت برین نصیبشان بگردانه. با امی تبصره کوچک و با احوالات ناخوشایندی که از افغانستان داریم که متاسفانه هنوز هم که تقریبا بیشتر از 11 ماه میشه دروازه مکاتب برای روی شاگردای دوره متوسطه و لیسه در افغانستان برای دخترها بسته است و اونا با حالت مایوسی و پریشانی در با زانوی غم در آغوش گرفته و به حساب به آینده سیاه خود به حساب همیشه پریشان هستند. برنامه امروز من با یکی از شخصیت های نخبه و آگاه به مسائل سیاسی، اجتماعی، مذهبی و دینی که همکار همیشگی برنامه ما بوده جناب دکتر سید محمد شعیب یوسفزی آغاز میکنم و در شروع برنامه از جنابشان که تشریف آوردن و دعوت ما را پذیرفتن تشکری میکنم و ما در خدمتشان هست که اگر خدمت بیننده های عزیز ما صحبت های در آغاز دارن سلام و احوال پرسیدن بفرمایید. جناب دکتر سید به برنامه اسلام زن زندگی خوش آمدید. سلامت باشین، خوش باشین. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. سلام خدمت شما و خدمت همه بینندگان محترمی برنامه خوبی شما و با سپاس و تشکر که مرا در این پروگرام دعوت کردین و روی یک موضوع بسیار مهم و حیاتی
و با ارزش چند کلمه به خدمت شما و بینندگانتان به عرض برسم. سپاسگزار هستم جناب دکتر صاحب. ما به حساب می خواهیم که در شروع یک شعر را از لاهوتی خدمت شما و بیننده های عزیز بخوانم و بعد از او سوالات را که من دارم. به حساب تاپیک امروز ما در رابطه به آزادی بیان است و ما گفتیم که سردار داوود خان در 1352 وقتی که به قدرت رسید، اما آزادی نیمبد دموکراسی که در افغانستان بود و آزادی بیان بود و ما وکلای پارلمان از طریق انتخابات برمیگزیدیم، اما از بین رفت. لاهوتی میگه که زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست. گر فشار دشمنان آبت کند، مسکین مشو. مرد باشه خسته دل، شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت باران در، آسمان را گو برو، بارندگی در کار نیست. گر که با وابستگی دارای این دنیا شوی، دور شفکن، این چنین دارندگی در کار نیست. گر به شرط پای بوسی سر بماند در تنت، جان دیو رد کن، سرفگندگی در کار نیست. زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بهر آزادی جدل کن، بندگی در کار نیست. دکتر صاحب محترم، این لاهوتی میگه که زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست. امی آزادی که لاهوتی و عرفا همه از او گپ زدن، به نظر شما از دیدگاه اسلام آیا قرآن عظیم شان که انسان اکرم اشرف مخلوقات آفریده و در تمام مخلوقاتش یگانه مخلوقی که دارای قوه نطق و بیان است انسان است، آیا تا چی حد اسلام برای انسان حق بیان داده؟ ما دخل میشنوم، شما بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. موضوع بسیار خوب انتخاب کردین و در حالی که در وطن ما یک اختناق مسلط است و اجازه به آزادی بیان روز تا روز محدود شده میره، موضوعی است که باید سر ارزش ازی صحبت شوه و جامعه تشویق شوه که به این حق خود مبارزه کنن و به این حق خود برسن. پروگرام شما، برنامه شما، قسمی که از نامش پیداست، اسلام، زن و زندگی، مسائل اسلامی را و مسائل اجتماعی را، هر دویش مورد بحث قرار میده و هم روحی اسلامی داره و هم روحی اجتماعی و مدنی. ما هم صحبتای خود با اساس امی روحی پروگرام شما با مسائل اسلامی آغاز میکنم، چون دین ما دین هدایت است، قرآن منشأ هدایت است. اولویت باید به کلام الله مجید داده شود و از دیدگاه قرآن و از دیدگاه دین مبین اسلام مسائل مطرح شود و بعد به ابعاد اجتماعی و به ابعاد مدنی موضوع پرداخته شود. شما آیه مبارکه را از سوره الرحمن شریف در اول ماندن و نشر کردن بسیار بجای بود و ما می خواهیم در یکمه که بیشتر صحبت بکنم که تا بدانیم قوت بیان چی نعمت بزرگ الهی است که برای انسان عطا شد و بنده ها کوشش میکنند که حق از انسان ها بگیرند. این حق از جانب پروردگار عالم به موهوبت بر انسان داده شده. هر کسی که از انسان حق بیانش میگیره، این جنگ با الله هست. الله عطا کرده و اینا ایره مانع میشن. در این آیه مبارک، در سوره مبارک الرحمن، با چهار چیز پروردگار عالم در اول سوره اشاره کرده. اول با صفت
پاک و شریف خود الرحمن. الرحمن سرآمد همه صفات های خداوند متعال است، همه اسماء خداوند احسن است، بهترین است، زیباترین است، مقدسترین است، اما صفت الرحمن است سرآمد همه اوصاف خداوند متعال است و در قرآن عظیم شان اولین صفتی که معرفی شده امی صفت الرحمن است. بشک. یعنی ای تقدم داره بر سایر صفات خدای متعال. بله. الرحمن سرآمد همه صفت های خدای متعال است، در اینجا ذکر شده. دوم با قرآن اشاره شده، خدای متعال می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الرحمن علم القرآن، تعلیم کرد قرآن. بله. قرآن سرآمد همه کتب و صحیفه های سماوی است که از بدو پیدایش بشر تا امروز این نازل شده. قرآن عظیم و شان به حیث سرآمد همه کتب سماوی در اینجا تذکر یافته. چهار چیزی بسیار مهم. سیم خلق الانسان، انسان سرآمد همه مخلوقات است. بله. اشرف مخلوقات است. الرحمن سرآمد همه صفتهای خداوند، القرآن سرآمد همه کتب سماوی و انسان سرآمد همه مخلوقات خداوند. به تعقیب ازی خلق الانسان علمه البیان، بله، قوت بیان آمد. بیان سرآمد همه صفتها و کرکترها و خصوصیتهای انسان است. انسان بسیار خصوصیتها دارد، بسیار قوت دارد در وجود خود، بینایی داره، شنوایی داره، مشام داره، اما قوت گفتار سرآمد همه قوتهای ازی است. بله. چهار قوت خدای متعال یا چهار چیزی سلامت و یا چهار چیزی بهترین و چیزایی که به اصطلاح گل سر سبد است، به اصطلاح ما شما، او در اینجا بیان شده. رحمان، قرآن، انسان و خصوصیت یا قوت بیانش. خب با این تفسیر کوتاه در روی تفسیر آیه مبارکه، ما در قرآن عظیم شان و در احادیث نبوی بسیار آیات و احادیث است که آزادی بیانه و یا حق گفتار و یا حق بیانه و یا حق تبارز و بیان اندیشه و عقیده خود تشویق کرده. اصطلاح انگلیسی پروموت کرده آزادی بیان قرآن عظیم و شان و احادیث نبوی. آیت های متعدد است در ای باب، اگر ما وقت داشته باشیم روی زو آیت ها بریم، بسیار شواهد قرآنی است. اما از جمله ما دو سه آیه مبارکه با یک دو حدیث مبارک در این مورد خدمت بینندگان محترم به عرض می رسانیم. خداوند متعال تشویق می کنه و مکالمه خود و حضرت ابراهیم علیه السلام در قرآن عظیم شان نقل می کنه. بله. ای انسان به آزادی گفتار و یا به آزادی اعتقاد خود و به آزادی اندیشه خود و برای ابراز خدشات باطنی خود انسان تشویق میکنه. میفرمایه که و اذ قال ابراهیم، میگه ابراهیم علیه السلام گفت. بله. ارینی، ای خدا به ما نشان بده، بنما. بله. کیف تحیی الموتا، نگه حضرت ابراهیم ایر از ما پرسان کرد.
و با ما گفت که ارینی با ما امیر توضیح کو تشریح کو با ما نشان بده کیف تحیی الموتا. قال خداوند برش فرمود که اولم تؤمن، ای ابراهیم تو به ایمان نداری که ما قادر مطلق هستم؟ بشک ای آزادی بیان که برای ابراهیم علیه السلام داده میشه که تا ای اندیشه شه یا تشویش باطنی شه یا مشکلی که در ای اندیشه موجود داره ابراز بکنه، ای آزادی خدای متعال است که برای مخلوقش میده. بشک اولم تؤمن، برش خداوند میگه آیا ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم علیه السلام میگه که قال بلا، چرا نه، من مؤمن هستم، ایمان دارم، ولیکن لیطمئن قلبی، ما میخوایم قلبم خودم مطمئن بسازم. بله سبحان الله، آزادی پیغمبر لازم. آه بله، ای آزادی را که حضرت خالق متعال برای حضرت انسان داده و به ما نشان میده که آزادی های گفتار، آزادی بیان و یا آزادی ابراز اندیشه و عقیده را شما از مردم سلب نسازیم. این قرآن عظیم و شان تعلیماتش است. بله. و در آخر می آیه مبارک تا آخر آیه است و خدای متعال باز می فرماید که وعلم ان الله عزیز حکیم. بشک بدانین که خدای خداوند متعال غالب با حکمت است. بشک یعنی شخصی که خدا صاحب حکمت میگیره باید این رقم آزادی داشته باشه. بله دقیقه، این رقم آزادی به مردم بده، از بله. آزادی گفتار و بیان مردم نترسه. بله. و کسی که مردم آزادی بیانش سلب میکنه یا سلب نمیکنه، این ناشی از حکمت است. بله. خداوند غالب با حکمت است. بشک قرآن عظیم شان چرا این صفت خدا بیان کرده خدای متعال که وعلم ان الله عزیز حکیم، خداوند غالب با حکمت است. بشک. یعنی ناشی از حکمت است که کسی را اجازه میدی که او گفتار کنه و بیان کنه و کسی که گفتار مخلوق کسی که گفتار مردم را مانع میشه و یا حق بیان مردم را نقص میکنه، اینا فاقد حکمت هستند. از این آیه مبارکه نشان میده از حکمت بهره ندارن. دقیقا. و آیه دیگه که ما شما را تشویق میکنه برای آزادی بیان و یا برای آزادی گفتار و ابراز و اظهار اندیشه و عقیده ما، در آیه پیشتره که از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل کردیم و در سوره مبارک بقره است، آیه 260 است. در عین سوره، در سوره مبارکه بقره در آیه 30 خدای متعال باز چی می فرماید؟ برای ما ای کلش درس است، سبق است. و اذ قال ربک للملائکتی اینی جاعل فی الارض خلیفه، خدای متعال برای عالم ملکوت اعلان میکنه که من بر روی زمین یک خلیفه مقرر میکنم. بشک خب ضرورت به این اعلان چیست؟ خدای متعال خب قادر است، صاحب اختیار است، فعال لما یورید است، هرچی که بخواهم میکنه. ضرورت به این اعلان چیست برای عالم ملکوت؟ بی روشنگری است خدای متعال. قالو، حضرات ملائک چی گفتن به حضرت خدای متعال؟ می فرماین اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا مخلوقی را به خلافت بر می گزینی که او فساد می کنه در روی زمین و خون می ریزانه؟ ببینید این آزادی بیان، بله به شکل اعتراضی میگن در مقابل خالق،
بله در مقابل خالق اینا امو اعتراض خفی خود که در پیش از اینا اسیر ابراز میکنن. بله. این آزادی رو ببینین که خدای متعال با مخلوق خود میده. به شک. اینجا هیچ جبر و اکراه نیست. خدای پاک در یک فضای بسیار آزاد برای مخلوق خود ملائکه این فرصت میده و نظرشان هم میخواه از پیششان. و ملائکه نظر خود ابراز میکنن. این تشویق به آزادی بیان است. و کسایی که در اجتماع رهبری میکنن و آواز مردم خفه میکنن و یا حق زنا را نقص میکنن این خلاف دین است. این منشی دینی نداره. در اینجا خدای متعال حضرات ملائک وقتی ای تشویش خدا و یا اعتراض خفی خدا به خدای متعال بیان میکنن خداوند قهر نمیشه که چی ضرورت است یعنی او خدا بریزی مخلوق. بله. و نحنو نسبح و نحنو نسبحو به حمدک و نقدس لک و ما تقدیس میکنیم، ما تسبیح میگیم، با پاکی بیان میکنیم و حمد تو را میگیم، بیان میکنیم. ضرورت چیست با آفرینش مخلوق؟ بله. یک نوع اعتراض ملائکه اینا بیان میکنن. خداوند برشون چی میفرمایه؟ که قال انی اعلم ما لا تعلمون. بشک چیزی را که من میفهمم یا میدانم شما نمیدانه. از این چی چیز به دست می یا هویدا میشه و یا ظاهر میشه در جریان این مکالمه. بله. و این آزادی بیان که ملائک چی گفت؟ الله پاک گفت. یک صفت بسیار عجیب خداوند که اینی اعلم و غیب و سماوات و الارض، علم غیب خداوند در اینجا برجسته میشه، معلوم میشه. که پسان در آیتهای بعدی باز ثابت میشه که خدای متعال علم غیب داشت راجع به این موجوده که انوز پا به عرصه حیات نگذاشته و انوز خلیفه نشده در مورد خداوند متعال میدانست. ی علم غیب خداوند متعال در جریان ازی مکالمهش با ملائک برجسته میشه و آشکار میشه. ببینید که آزادی بیان چیزی است که در نتیجه دو حقایق به وجود میآید، حقایق روشن میشه. در آزادی بیان یک کیفیت است، یک ارزش است، یک خوبی بسیار بزرگ است که تا بیان آزاد نباشه حقایق نمیشه. و کسی که در با آزادی بیان ما میفهمیم که شخص انسان ها را قابلیت هایش میفهمیم. وقتی انسان مثل که حضرت سعدی صاحب میفرماید که شعر بسیار تا مرد سخن نگفته باشد عیب هنرش نهفته باشد. بله. یک قوت بیان قابلیت انسان برای ما شما نشان میده که میفهمیم که این شخص چقدر قابلیت داره. از سخنش فهمیده میشه، هنرش هم فهمیده میشه، عیبش هم فهمیده میشه. و در اینجا کمبود ملائک، بله، از دانششان، از دانششان و از علم غیبشان در اینجا آشکار میشه که خدای متعال میفرمایه که اینی اعلم غیب السماوات والارض، یعنی او علم و ملائکه داده نشده. و یاد بین این دو مخلوق ملائکه و حضرت آدم چی تفاوتی است در امی آیت های مبارک این مشخص میشه و این فهمیده میشه. بیشتر و باز وقتی که خدای متعال از این ملائک سوال میکنه راجع به اسرار و اسماء کیفیت هایی که در کائنات است، بله،
ملائک از این ابراز عجز میکنن. بله. اما آدم علیه السلام که وقت خدای متعال خطاب میکنه، قال یا آدمو انبئهم به اسمائهم، اینا را خبر ده به اسما و کیفیت هایی که در پدیده های کائنات موجود است برشان تشریح کن. بله. آدم علیه السلام ایره تشریح میکنه، خداوند متعال میفرمایه فلما انبئهم به اسمائهم، وقتی که آدم علیه السلام همی قابلیتش از این تشریحات و از این بیان ثابت میشه، خدای متعال به حضرات ملائک میگه قال الم اقل لكم، ما شما را نگفته بودم که اینی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. اینجا ای علم غیب خداوند در اینجا آشکار میشه که حضرت آدم علیه السلام امو قابلیتی که داشت و امو امتیازی را که داشت که حضرات ملائک نداشت، در نتیجه ای بیان و مکالمه آشکار بله. میشه. این بله. کیفیت های بیان است. بله. دیگر جناب دکتر سبایی، روشن با این توضیحات مستنده که از قرآن شما دادین، یعنی خالق اعظم با واسطه که در مقام خالقیت قرار داره، هیچ بنده خالق نیست مگر خالق است، او بر ملائکه های خود به حساب حق میده که بیان کنن اعتراض خود. بله. برای پیغمبر اولعزم خود حق میده که به حساب بگوید که ما سوال دارم، ما به حساب چطور یک مرده زنده میشه. بله. خدا زمام دارای فیلی جهان اسلام مخصوصا اینمی حق از مردم سلب میکنن، چنانی که حساب ما شما در افغانستان شاهد هستیم، شاهد بودیم در حکومت دکتاتوری کمونیسم خلقی و پرچمی ها، و بعد از او وقتی جنگ های تنظیمی در افغانستان اتفاق افتاد آزادی بیان نبود، و بعد از او یک دموکراسی نیمبند ساختگی که در افغانستان آمد توسط امریکا، در اونجا هم حساب مخالفین خدا یا ترور میکردن، یا خب بازم یک دموکراسی نیمبند بود و تقریبا آزادی بیان ما داشتیم، مطبوعات آزاد داشتیم، تلویزیون های مختلف بود که شاید بسیاری از او با دستگاه استخباراتی بیرون ارتباط داشتن، خب به هر حالتش حالتهای مشکلات مردم رو بیان میکردن. حال ما روز به روز میبینیم، شما هم در صحبتاتون اشاره کردین، روز به روز عرصه فعالیت و عرصه آزادی بیان بر مردم افغانستان محدودتر شده میره. جوانایی که از درد مردم شکایت میکنن، این انواع مختلف زبانهایشان بند میشن و اونا را به حساب مختنق میخواین بسازن. امی دلیلش چی است؟ با وصف زینمی مستندات موجهی که در قرآن موجود است که شما بیان کردین، بسیار به زیبایی هم بیان کردین، چرا حکام مخصوصا اسلامی اینمی حق به مردم نمیتن؟ پیش از این که ما دلیلش را بگویم که چرا اینا این حق نمیتن، باید توجه کنیم که انسان ها از این حق بیان دو نوع استفاده میگیرن، یکی استفاده سو و یکی هم استفاده جایز، و یا استفاده سالم و استفاده ناسالم. بعضی کسا که نقض میکنن حق بیان نمیتن به مردم، با ما میرسانه که اینا حراس دارن، میترسن از آزادی بیان، و این حراس و ترسشان و تشویششان از آزادی بیان اغلبا امو به اصطلاح عوام ما که زیر کاسهشان نیم کاسه هست. اینا نمیخواین چیزایی که جرایمی که انجام دادن، حق تلفی هایی که کردن، فسادی که کردن، غدر و خیانتی که کردن در حقوق و در اموال بیت المال و مردم عامه، نمیخواه که او افشا شوه. اگر اینا را بانن، مخصوصا رژیم هایی که از دریچه غیر قانونی به قدرت میرسن، از طریق کودتاها، از طریق زور، از طریق سازش ها اینا به قدرت می آین و از مجرای قانونی، از مجرای رای مردم و اراده مردم
در مشوره با مردم و از طریق مشروع به قدرت نمی رسند و به اساس ساخت و بافت و یا زور و یا کودتا و یا از هر طریق دیگه، اینا در طول تاریخ ما شما می بینیم که دست به سرکوب مردم زدن. بله. چون غیر قانونی آمدن، غیر مشروع آمدن و اینا بر تداوم قدرتشان و چون ترس داشته می باشن، حراس داشته می باشن، آزادی بیان به نقص از ایناست، آزادی بیان منافع از اینا را در خطر مندازه، با او اساس اینا کوشش میکنن حتی الوس که تا این مقام و تا این قدرت و تا این چوکی از دستشان نرن و دست به سرکوب مردم میزنن و از بیان، از آزادی بیان در حراس میباشن و روز تا روز ایره نمیگذارن که این آزادی و این حق مردم تامین شود. علتش ای است. بعضی کسا با استفاده ناجایز و یا غیر سالم از این حق بیان، مثل بیشتر شما در دموکراسی نیمبنده که بعد از رفتن امریکایی‌ها و غربی‌ها در افغانستان با وجود آمد، دیدیم که آزادی بیان بود، یک بخش آزادی بیان ناسالم بود. بله. در خدمت قلدرا، در خدمت جنگسالارا، در خدمت مفسدین، در خدمت مافیا فعالیت میکرد، برای نفع مادی از اونا و به نفع مادی خود امی کسایی که امی رسانه ها را رهبری میکردن، این استفاده ناسالم از امی قوت بیان است. بله. و یک بخش استفاده سالم بود از باز منورین ما، از شخصیت‌های نیک جامعه ما، از شخصیت‌های علمی و فرهنگی ما، و میخواستند در افشای این فجایع و این جرایم و جنایات و بی‌عدالتی‌ها و فسادی که بود در این افشاگری‌های میکردن برای بیداری مملکت. این استفاده سالم از آزادی بیان بود. این هر دویش همزمان در افغانستان به اوج خود رسیده بود. ایره نباید انکار بکنیم. و خدای متعال حتی استفاده ناجایز قوت بیان هم منع نمی کنه، برای بشری حق داده. هر قسم استعمال می کنی، این حق خودت است. اگر این حق خدای متعال از انسان بگیره، فلسفه امتحان معنا و مفهوم خود از دست می ده. بله. انسان خدای متعال آزادی داده، اختیار داده که این حق والای بیان ما برای تو دادیم. بله. این را به دیگه مخلوقات ما ندادیم، برای تو عطا کردیم. آنی که از این عطای خدا داد، از این عطای بسیار با ارزش چی قسم استفاده میکنیم، این امتحان بشر است. امتحان انسان است که از قوت بیان خود ما در پخش فساد استفاده میکنم یا در پخش حقایق دینی و اصلاح و سالمیت اجتماعی خود. ای را خدای متعال میبینه و ثبت میکنه و ریکارد میکنه. مثل که در سوره مبارکه الکهف خدای متعال می فرماید و قل الحق من رب، این حق از جانب پروردگار است، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کی بخواید ایمان بیاره اختیار داره و هر کی بخواید رای کفر و ناسپاسی و طغیان در پیش بگیره اختیار داره. ببینید خداوند آزادی میده برای چویس و برای انتخاب بشر که ای عظمی حقی که برش داده میشه ای چی نوع استفاده میکنه. دقیق. با مخاطر اختناق درست نیست از نظر دین. آزادی باید باشه تا تثبیت شوه سالم از ناسالم. تا جامعه در روشنی قرار بگیره. و ای را خدای متعال در با ادامه امی آیه مبارکه که فمن شاء فلیؤمن، هر کس می خواهد ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کس می خواهد کفر بورزه اختیار دارن، و
و من شاء اگر میخواید خو از سرنوشتی دو در آیت در ادامه آیت با خبر میسازه انسانه که وقت انسان اگر از این نعمتهای خدا داد استفاده ناسالم میکنه انجامش چی میشه و اگر استفاده سالم میکنه به کجا میرسه. میشک ایره اختیار میده، چنانچه و من شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین عذابا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمهل یشفی الوجوه بئس الشراب و ساعت مرتفقا. ای بسیار بد جای و ساعت مرتفقا و یک جای بسیار بد بازگشت و زندگی در انتظارشان می باشد. اختیار باید داده شوه تا در تعیین جهت و تثبیت جهت خود انسانات تصمیم بگیره که کجا میره، و اگه ای آزادی نداشته باشن اینا مورد امتحان قرار نمیگیره. آزادی اراده، آزادی عقاید، آزادی اندیشه، ای همش از طریق آزادی بیان میشه. ما اندیشه خود، فکر خود، عقیده خود از طریق زبان بیان میکنه. بله، زبان و یا قوت بیان معرف عقاید و اندیشه های درونی و باطنی ما است. به شک اگر ما به اصطلاح نقص بکنیم، اونو حق را که الله پاک برای انسان داده او را نقص میکنه. به شک من شاید و من شاء فلیکفر خداوند و قل الحق من ربهم، حق است از جانب پروردگار. و اونو نقص میکنیم در حقیقت. بله. دیگه برای جلوگیری از استعمال ناسالم حق بیان و یا اراده آزاد انسان، ما باز هم ضرورت داریم به یک سیستم تربیتی که تا انسانها تربیه شوند که از این قوت و از این نعمتهای خداداد خداوندی استفاده سالم بکنند. چرا وقت قلب انسانها سالم شد، صالح شد، بیانش سالم میشه، جوارحش سالم میشه. چنانچه در حدیث حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماین المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان کسی است که مسلمانان دیگه از اذیت و آزار زبان و دستش در امان باشند. به این سلامتی که از بیان من به کسی نقص نرسه، اذیت و آزار و نقص حقوق کس صورت نگیره، ما با یک قلب سالم ضرورت داریم، با یک اندیشه سالم ضرورت داریم، با یک باطن سالم ضرورت داریم تا بیان ما سالم شود. و من یده و لسانه، از لسان ما دیگر در امن شود یا دیگرا در سلامتی باشه. ای سلامتی بیان ما از کجا پیدا میکنیم؟ تا ای که اندیشه ما سالم باشه و قلب ما سالم باشه. باز هم ما ضرورت داریم به اصلاح، ما ضرورت داریم به تعلیماتی که انسان جامعه ما منور شوه تا از این نعمت و عطای خداوندگی، از این قوت بیان استفاده سالم صورت بگیره. قطع نقض از این حق ای رای اسلام نیست. مردم از طریق جبر و اکراه زبانش بستن، ای راه اسلام نیست. راه اسلام میگن که مردم اصلاح بکنن، جامعه را اصلاح بکنن از طریق موعظه حسنه و حکمت تا امی عطای خداداد درست استفاده بکنن و درست در راه اصلاح و ترقی و تعالی و عدالت و برابری و آوردن یک اجتماع با سلامت و زندگی مسالمت آمیز یارا کاربندی بکنن و از این استفاده بکنن. جان سپاس دکتر محترم، بسیار مقبول شما بیان کردین.
امو با قول مولانا یادم آمد که میگه ای برادر تو همه اندیشه ای، ما باقی تو استخوان و ریشه ای. اگر آدم اندیشه نداشته باشه و این اندیشه را اگه بیان کرده نتونه، پس او دیگه بساب فقط یک مشت استخوان و بساب گوشت و پوست است دیگه، بساب فرق با چی نداره دیگه. اهمیت زیر بسیار زیبا شما تشریح کردین و امی حدیث مبارک که شما بیان کردین که یعنی مسلمان کسی است که از اذیت و آزار دست و پای و جواری هست و مسلمان دیگه و شمول زبانش معمون و محفوظ باشه. بله. و بسیار بسیاری ها میگن که در اسلام قرار که شما تشریح کردین یعنی که اسلام حد و مرز برای آزادی بیان تعیین نکرده و یک تعداد بازی تو فکر میکنن که نه، اسلام تا او جایی برای آزادی بیان برای انسان داده که به مقدسات بسیار دیگر ها باید توهین نشوه. چرا یک آیت قرآن است که میگه ای انسان ها، ای مسلمان ها، شما برای خدای چوبی و سنگی بساب غیر مسلمان ها یا کافر ها دشنام نتین که تا اونا به خدای واحد لا شریک شما توهین و تحقیر نکنن. بله. بنان وقتی که به مقدسات میرسه طبیعی است که یک حد و مرز اسلام داره که ما نباید حرف بزنیم که سبب برانگیختن احساسات عقیدتی و مذهبی مردم دیگه شوه. و آل ما سر از این گپ میزنیم که یک تعداد جوانای بساب پرشور با احساس در افغانستان برای آزادی بیان بساب استفاده میکنن و قراره که دولت حاکم هم گفتن که ما به مفردات قانون آزادی بیان یا رسانه ها احترام داریم، اونا در رسانه ها ظاهر میشدن و فریاد ملت بلند میکردن و آله میبینیم که روز به روز عرصه فعالیت سر خبرنگارا و امو کسایی که تبصره سیاسی میکردن روز به روز تنگ و تنگتر شده میره و فضا مختنقتر شده میره و اینا بازینا توطئهشون چی است؟ امی توطئه که در مقابل پدر ما کردن که یعنی میگفتن اینا تبلیغات میکنه که مردم علیه رژیم تحریک میکنه و این عین امی افترا در قسمت امی جوانا هم وارد میشه تا امو قوت نطق و بیان را که امیا دارن از دردها و مشکلات جامعه که خبر دارن و این را بس در چوکات ادب و اخلاق انسانی و اسلامی و افغانی بیان میکنن، امی را از پیششون میگیرن. شما در این مورد نظرتون چی است؟ باید مسئولان چی باید بکنن؟ چرا یک سیاست اینا پیش میبرن؟ ببینین پای زور و پای جبر وقتی در یک مسئله داخل میشه که منطق و شکست مواجه شده. بله. وقتی انسان منطق از دست میده، جواب منطقی برای یک مسئله نداره، به زور متوسل میشه. بله. به زورگویی متوسل میشه، با دو و دشنام میره و با و با هزار نوع تحقیر و افترا، اتهام و در زندانی کردن و از صحنه کشیدن و ترور شخصیت کردن و کلی گاو بسیار حربه ها را استفاده میکنن. چون منطق دین مبارک اسلام دین منطق است، دین علم است، دین تفکر است، دین اندیشه است. ما آیات های مبارکه که خدای متعال چطور برای بشر آزادی میده، امرایشان به امرای بشریت منطق میگه. بشر خدای متعال میخواهد که انسان ها روشن برن، در روشنی منطق، در روشنی دلیل، در روشنی علم روشن حرکت کنن با هم. وقت انسان نمیتونه از طریق علم و از طریق منطق قناعت ارائه کنه به مردم، بله، ای شروع میکنه به جبر و به تهدید و به توهین و مقتدرین باز زندان دارن، مقتدرین باز اعدام میکنن و تبعید میکنن و امثال دی. و ما پیشتر عرض کردم که بعض انسان ها از آزادی بیان و یا از انتقاد به خاطر خائف هستند که مشکلات دارند در کرکتر خود
مشکلات دارند در امورات و در اجرایات، در اجراعات خود، در شیوه کار خود، میخواین او را بپوشانند. او نمیخواین که او افشا شوه، برجسته شوه، مردم به او آگاه شوه، و شب و روز کوشش میکنن با لفاظی و با بیان و با تقریرهای شب و روزی، با انواع مکاید و با انواع هیلگری میخواین خودشان بهترین انسان ها بر اجتماع جلوه بتن که گویا ما فرشته هستم، ما بهترین انسان هستم، ما هیچ اشتباه ندارم، هیچ غلطی ندارم، هیچ خیانت نکردیم، هیچ عوام فریبی نکردیم، هیچ از بیت المال و اموال مردم استفاده شخصی نکردیم. ای به مو اساس برای دیگرها اجازه گفتار نمیتن و همیشه کوشش میکنن خودشان بگوین و به نفع خود صحبت بکنن. ای واضح گپ است که اینا بعضی سیستم ها، سیستم تنها افراد نیست، مثلا یک حکومت، حکومتی ها که یک حزب بله. یک قدرت میکنن، مثلا خلق و پرچم که در افغانستان قدرت داشتن، برای هیچ کس آزادی بیان نبود. بله بله. این از خانواده شروع میشه تا محله و تا قریه و تا ولایت و تا مرکز و تا دولت و تا سوی جهان. بله. این مسئله و این نقض حقوق بیان و یا مردم نگذاشتن صحبت کردن و اندیشه خود و تفکر خود و عقاید خود، انتقادات خود ابراز کردن، ای اختناق بسیار منفی، غیر اسلامی و غیر بشری است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر به ای آزادی بیان بسیار تاکید است، و آزادی بیان اصلا امو جز اساسی و عنصر بسیار مهمه آزادی و رعایت حقوق بشر است. در ماده 19 همه همی اعلامیه جهانی حقوق بشر ای بیان شده باشد، اگر علاقه داشته باشین که باز ما برای شما بله, بله, بله چرا نپفرمی اینجا نوشته میکنن که آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقاید. با مفهوم دیگر، آزادی بیان ابزاری است برای رساندن اندیشه و عقیده به دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس فارغ باشند، به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام کردن. بالاترین آرمان بشری که اینا اندیشه و عقاید خود بیان بکنن. آزادی بیان معیار اساسی برای نوع جامعه چند صدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود. این نقض آزادی بیان دیگر بسیار مسائل بد را در پی دارد، که اینجا میگن که این همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود. بله. ای چقدر مهم است آزادی بیان. و در ماده 19 هم دمی حقوق اعلامی جهانی حقوق بشر که در سال 1948 در فرانسه از طرف مجمع عمومی ملل متحد ابلاغ شد، که در اینجا در ماده 19 همش میگه هر انسان محق به داشتن آزادی عقیده و بیان است، و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه بدون ملاحظات مرزی است. این ماده نهمه اعلامی جهانی حقوق بشر است که بسیار مهم است. آل سرزی میایم که یک تعداد مردم، ببخشین ما باز برای شما میگن که حقوق بشر و آزادی بیان وی چیزایی است که ایجاد ممالک و یا مردم غیر مسلمان است.
یعنی به این به یک چیزی کفری و یا غیر اسلامی نگاه میکنن، اما این یک چیزی فطری است. وقتی که چیزی فطری شد، ببینین این اعلامیه جهانی حقوق بشر در 1948 چی وقتی اعلان شد؟ این کدام مقطع زمان است؟ بسیار مهم است. بعد از جنگ دوم جهانی. در جنگ دوم جهانی که میلیون ها انسان کشته شد، خون ری در اروپا جوهای خون جاری شد، و بعد از این حالات تلخ و ناگوار بشر به این نقطه رسیدن که اعلامیه جهانی حقوق بشر اینا جور کردن به اساس فطرتشان در راههای غلطی که رفته بودن تلخی شدیدن، احساس کردن و عقل به سرشان آمد که ما انسان ها با فطرت سلیم، وقتی این یک چیز زاده فطرت انسان میگیم، پس یک چیز اسلامی است. را اسلام دین فطرت است. دقیقا. یک چیز کفری و یا چیز غیر اسلامی نیستی که حقوق بشر گفته میشه یا اعلامی حقوق بشر، و این بخاطر ازی که انسان با می خواسته و ضرورت فطری خود رسیدن بعد از قرنها تجربه، بعد از قرنها تجربه که راههای ناسواب پیمودن و خساراتی را که متحمل شدن، عقل در سرشان آمد که نه، اینی بیاین که این رای فطرت در پیش بگیریم. همین حق بیان و حق حقوق بشر، این مسائل را که ما شما در روشنی آیات بریزی اشاره کردیم که خدای متعالی را داده، ای از جانب الله است، ای حقوق فطری انسان است، ای را که سلب بکنه با اصطلاح اینا خدا را چلنج میکنه، الله پاک را چلنج میکنه. الله پاک برای شما، برای ما زبان داده و برای ما میگه بگو. بله. اقرا. آزادی بیان تنها گفتن نیست، به شکل نوشتاری هم است، به شکل نوشتاری هم میشه، به شکل تصویری هم میشه. مقصد بیان حقیقت یا بیان اندیشه و عقیده شما است. این میشه که از طریق زبان گفته شود یا از طریق قلم نوشته شود. دیگه خدای متعال وقتی که انسان میگه اقرا، بخون، و یا علم بالقلم میگه، خب خدای متعال میفرمایه، یعنی قرآن عظیم و شان کلش قالو قالا قالو قالا قالو قالت، کلش قال است، کلش بیان است. این کل ضرورت های فطری انسان است. وقتی که خدای متعال بر انسان عطا میکنه خدا، و ببینین که در آزادی بیان یکقدر مزایا هست، یکقدر کیفیت ها هست که ما برای شما گفتم که انسان تا زبان خود باز نکنه هنر و عیبش فهمیده نمیشه. یعنی معرف شخصیت انسان از بیانش انسان ما از چی میفهمیم؟ وقتی که ما در تلویزیون ها، در رسانه ها، ما این تحلیلگرا را میبینیم، این شخصیت ها را که گپ میزنن و سخن میگن، این جوان های منور را که در تلویزیون ها اینا نتاقی میکنن، و یا میمان های را که میارن بحث میکنن، ما ببینیم شناخت ما از اجتماع ما زیاد شده میره، شناخت ما از انسان ها زیاد شده میره. بر علاوه از این که ما رشد میکنیم، از اونا میآموزیم، ما جامعه ما برای ما معرفی میشه، شخصیت ها و انسان ها را ما در شقوق و شعبات مختلف، در تاریخ، در جغرافیا، در ساینس، در تکنولوژی، در امور طبی، در انجینری، در همه مسائل ببینین، این کلش از برکت امی قوت بیان است. و نقض از این حق، نقض عطای خداوند است. بشک بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بسیار شما مستند صحبت کردین. خو یک چیز ما میخوایم علاوه کنم که مثلا ما شما آزادی داریم، مثلا ما آزاد هستیم که دریوری کنیم، موتر بچلانیم، خب مگر باز یک حدود داریم. از اینی قدر سرعت ما بالا نمیره، مثلا چراغ سرخ تیر نمیشیم،
از اینی یک حدود آیا در آزادی بیان هم باشه یا نباشه، به خاطر از اینکه اگر ما آزادی بیان هم اطور آزاد بانیم، خب به مقدسات یک دیگه توهین کردن، به شخصیت یک دیگه به نام آزادی بیان، شخصیت مردم به حساب ترور کردن، او را تحقیر و توهین و تعجیز کردن، آیا ای هم روا است؟ آیا اجازه داره که یک مسلمان به این سرحد باشه یا یک انسان به این حد آزادی داشته باشه؟ به نام آزادی بیان مثل که ما شنیدیم مجله شالی ابدو که به حساب حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم با ازواج متحرات توهین و تحقیر میکرد و حتی دستار مبارک به منشان میداد که یعنی انتحاری است و این چیزا. اینا اگر آزادی بیان همطور گذاشته شود که هرچی انسان دل تنگش میخواید و شیطان اگر مربوط عزیز که پیشتر شما بسیار خوب اشاره کردین که اگر نفس انسان قوی بود و پشت اشترنگ قلبش شیطان شیش، خود طبعا بر از او آزادی بیان از او لاقیدی است، بر از او به حساب توهین و تحقیر و تعجیز و چیزای مستحجن و خلاف مکارم اخلاقی و ادبی و فرهنگی گفتن است. پس این رقم آزادی بیان آدم چی بگه؟ آیا اجازه بده که هر چی میخواد به حساب سوء استفاده کنه؟ یک تعداد سوء استفاده گرا که معلوم الحال هستن، اونا از این آزادی بیان استفاده میکنن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازواج متحرات و خاندان به حساب کتب مقدس و به حساب که مورد اعتماد و احترام عقاید به حساب مسلمان ها است توهین تحقیر میکنن، آیا اجازه دارن؟ این اجازه برشان داده شده؟ دو مسئله است. یکی که ما گفتم که یکی استفاده سالم از بیان است و یکی هم استفاده ناسالم. بله. و هر که استفاده ناسالم میکنه اونا هم رایشان باز است بکنن، اما انجام خراب دارن و او را برشان ما آیه مبارکه پیشتر خواندم برشان بیان شده و دیدن که با این کار خود چقدر اینا نقص کردن، چقدر منفور شدن، چقدر دلها را آزار کردن و این معلوم شد و آشکار شد که استعمال آزادی بیان از طریق ناسالم این کار درست نیست، عمل حرام است. بله. درست نیست. انسان باید مثل سایر چیزایی را که انسان داره، انسان پول داره، یک کس پول خود در راه سالم مصرف میکنه، یکی در راه ناسالم مصرف میکنه، این پولش است. آزادی بیان هم سرمایه‌اش است که ایره در کدام را استفاده میکنه. اما چاره اساسیش این نیست که ما بگوییم نکن، چاره اساسیش اصلاح انسان است. بله. ما نمیتونیم اگر انسان را بگویی که گپ نزن که تو غلط گپ میزنی، اخدیزی بیشتر شده میره، اخدیزی بیشتر شده میره و اگه این گپش بگذاریم که این اخدیش برایه و خودشون میدانه که کار غلط کرده و ما جز دیگه هیچ راهی ندارم جز از این که او را تنویر بکنم، او را تربیه بکنم. این اهمیت تربیه و پرورش و تبلیغ در دین مبارک اسلام به می منظور است که تا جوامع اصلاح شود و از این سرمایه های مادی و معنوی که در دسترس بشریت است استفاده سالم صورت بگیره. کسایی که از زبان خود استفاده های غلط میگیرن، مخالفین خود توهین میکنن، تحقیر میکنن، اونا را بدنام میکنن، اونا را با سوی استفاده از مقدسات، از دین و یا از روحانیت اونا را میکوبن و تخریب میکنن، بدانند که گناه بسیار عظیم مرتکب شدن، بسیار گناه عظیم مرتکب شدن. تحقیر انسان خدای پاک با پیغمبر اجازه نداده و تحقیر و توهین مخالفین راه درست نیست. این خود عقده را دگام زیاد میکنه، فاصله را دگام زیاد میکنه. یک کمک راه اگر برای اصلاح باشه او را میبند. این پس فلحاظا انسان ها و مخصوصا مسلمان ها و کسایی که در یک مقام بلند رهنمایی اجتماعی رهبری و رهنمایی اجتماع خود میگیرن، اینا باید یکقدر احتیاط بکنن که از این عمل حرام بپرهیزن. چرا این جماعت میپاشانه، اجتماع را خراب میکنه؟ چرا میگه که کلام الملوک ملوک الکلام است؟ بشک واقعا
گپ از اینا باز عادی نیست. اینا که اگر دشنام میتن، تحقیر میکنن، تعجیز میکنن، توهین میکنن، تمسخر میکنن، اینا گپشان بسیار موثر میشه. چرا؟ اینا یک تعداد مردم رهبری میکنن، راهنمایی میکنن و همه مثل که میگن حضرت ابو حنیفه را میگه برای یک طفل در باران، میگه حضرت امام برای دو طفل گفت بچه متوجه باش که پایت نلخشن. بله. میگه او طفل برای حضرت امام گفت خودت متوجه باش، ما اگه پایم بلخشه پروا نداره، اگه پای تو لخشید مردم از پشت پایش میلخشه. بله. جماعت از پایش میلخشه از پشت. دیگه بله. ای به او اساس بسیار مهم است که انسان از این قوت خود استفاده سالم بکنن، در دلازاری و در تحقیر و توهین و ترور شخصیت مردم و از این قوت و عطای خدا داد استفاده سو نکنند. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، کاش فرصت می بود که هنوز هم از صحبت های شما رو می شنیدیم، بسیار چیزهای می آموختیم، واقعا چیزهای بسیار جالب و دلچسپی را گفتیم که بسیار کم مسلمان ها با او باور دارند. فکر می کنند که نعوذ بالله خداوند یک دیکتاتور است و برای انسان ها هیچ حق آزادی بیان نداده و مجرد که یک کسی به حساب چیز بگویه دستی دوزخ روانش میکنه. و شما مستندات بسیار خوبی از قرآن آوردین که حضرت ابراهیم علیه السلام چطور با خداوند به حساب چیز شک خدا بیان کرد. یک تعداد معذرت میخوایم، ما گپ شما را قطع کردم. ببین یک تعداد با استفاده سو از و یا با تعبیر غلط از راهنمایی ها و حقایق دین استفاده میکنن برای سرکوب اجتماع و یا برای بستن دهن و زبان مردم. میگن که سمعنا و اطعنا قرآن گفته و مخصوصا کسایی که رهبری دین میکنید، این سمعنا و اطعنا در وحی الهی است. اما بعضی کسا میگه که چرا نگوین، جای چرا در چراگاه است. این غلط مطلق است. چرا روشنگری میاره؟ بله. چرا حل میاره؟ چرا روشنگری میاره؟ چرا دلیل و منطق میاره؟ وقتی چرا مطرح میکنی، سوال میکنی، بسیار چیزا روشن میشه. وقتی که کسی چرا بگه و تو به دهنش بزنی که جای چرا در چراگاه است، ای عمل اسلامی نیست. و ما محقق منور و فیلسوف روحانی کشور ما حضرت علامه صاحب فیضانی رحمت الله تعالی علیه، امو مکتب خدا آثار خدا شروعش با کلمه چرا کردن که ما چرا رسائل مدرسه قرآن هم و این را بخاطر روشنگری و این سوال چرا بسیار مسائل روشن می سازه. و خدای متعال می فرمایه که ولا تقف ما لیس لک به علم، چیزایی را که مشکوک و مجهول است او را پیروی نکنی، بر چیزایی که علم شما احاطه نکرده و علم شما به او نمی رسه او را پیروی نکنین، شما مکلف نیستین. یعنی علمی و روشن در راه خدای متعال بودین، مثل که قصه حضرت ابراهیم علیه السلام و خدای متعال کردیم که ولکن لیتمئن قلبی، ما میخواهیم قلب خدا مطمئن بسازم. دین مبارک اسلام پیروای خدا میخواهی که با قلب مطمئن برن، روشن برن و علما در راه خدا اینا برن و زندگی خدا پیش ببرن. و ایک چیزی در بندش در این مورد از نظر اسلام نیست و این ساخته قلدرای زمانه با استفاده سو از دین است. بله، تشکر میکنم بسیار زیاد دکتر صاحب محترم، از توضیحاتتان مستفید شدیم. امیدوار هستم که در برنامه های دیگه هم همکار ما باشین و انشالله که هموطن های عزیز ما فهمیده باشن که آزادی بیان در اسلام محدود نیست و اون کسایی که اگر سوء استفاده میکنن از آزادی بیان و باعث از دی میشن که مغزشویی کنن. یعنی مثلا بسیاری ها بوده که
حراس زمین دارن که ایتو آدمایی که پرازیت پخش میکنن عقاید مردم روز به روز از به طرف انحراف میکشانن، مثلا نسبت به قرآن اونا رو مشکوک میسازن، نسبت به احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا رو مشکوک میسازن، نسبت به مقدسات عقاید مخصوصا در لباس دین اینا ظاهر میشن و اینا نعوذ بالله قرآن نقد میکنن یا احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقد میکنن. در حقیقت اینا خودشان یک تعداد که میگن نباید تو شوه یا جلوشان گرفته شوه، به خاطر که مسلمانایی که کمتر وارد هستند به امور دینی اینا بسیار زود زیر تاثیر عمود تبلیغات میرن و بسیار زود انتباه میگیرن و این جمع روز به روز تعدادش زیاد شده میره. یک عالم مبلغ منور وقتی که صحبت میکنه 10 نفر در صحبتش نمیشینه، مگر یک آدمی که مزخرفات میگه و نقد نعوذ بالله میکنه سر قرآن، سر حضرت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم و سر بساب ازواج مطهرات، برای او هزارها بیننده میباشه. اینال اینجا یک چی پیدا میشه که آیا واقعا هر انسان همه قدر آزاد است؟ مخصوصا آل که رسانه ها و از طریق دیجیتال ما به میلیون ها بیننده میتونیم داشته باشیم هر پروگرام، بساب اینی خودش یک تخدیر و یک مخشوشیت در اذهان مسلمانایی که کم علمیت و دانش دارن به وجود میاره. دیگه من میفهمم که نسخه که شما میدین برای زیت و آدمایی که سوء استفاده میکنن از آزادی بیان، باز هم امو رایش ای رایش نیست که برش بگیم نگو چپ شو دهنش بسته کنیم. باز هم رای درستیش ایست که با او کار کنیم که اصلاح شد، بله، تربیه شود، بله، قلبش سالم شود، این سوالایی که داره سوالایش حل شود. این فرمول من نیست، این فرمول قرآن است که بسم الله الرحمن الرحیم بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، بشک با حکمت و موعظه حسنه با طرف خدا مردم دعوت کنین برای خدا، این امر قرآن است. و بعد اگر مسئله به مجادله بیاید در استدلال و مجادله، باز هم خدای متعال می فرماید که و جادلهم بالتی هی احسن، اگر مجادله میکنین بهترین مجادله باشه، احسن باشه، به شکل نیکو باشه. امین راه اصلاح جامعه است. دین و نصیحت، دین نصیحت است و موعظه است و دیگه باز مثل که خداوند اختیار داده که هر راهی را که شما میپیمای اختیارتان است. ما بیان کردم که او کجا میره ای را و او را کجا میره. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. یکفر هم بیان کرده که کجا میره و یؤمن هم بیان کرده که کجا میره. و ان ربک هو اعلم بمن دل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین، کسایی که در راه هدایت هستند اونا را هم پروردگار میفهمه میدانه و کسایی که گمراه هستند و برای پیغمبرا گفته شده خدای خداوند متعال که از جمله به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام که و ما علیک الا البلاغ، چیزی دیگه تنها بلاغ، بزور نمیشه، تنها نصیحت، ابلاغ کو حقیقتا، تربیه کو مردم، روشنگری کو و از طریق ازی مردم اصلاح بساز. نگفته که برای مردم بگو که چپ شو، برای مردم کسایی که گپ غلط میزنه اونا رو نمان که گپ بزنه، این امر قرآن نیست. قرآن گفته که ابلاغ کو، نصیحت کو، الدین و نصیحت. قولوا للناس حسنا، قرآن میگه با مردم سخن زیبا بگوید، از طریق سخن زیبا برای مردم تنویرگری کنین که تا ای عطای بزرگ خدای متعال که قوت بیان است اینا در راه شر و فساد و اختناق و فروپاشی اجتماع استعمال نکنن، بلکه در راه ثواب، در راه سلامتی اجتماع، در راه رشد و اصلاح اجتماع استفاده بکنن. این امر دین است و در غیر زو برای بشر کاملا اختیار است که عمل بد میکنه یا عمل نیک میکنه، گفتار نیک میکنه یا گفتار زشت میکنه. خداوند متعال این آزادی را برشان داد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، و نتیجه و انجامشانه قرآن بیان کرده که او کجا میره، از او برای شما چی میایه
و از او بره. اوجا گفته است که او فتنه میاره برای شما، فساد میاره برای شما، خونریزی میاره برای شما، بی‌عدالتی میاره برای شما، ترس و خوف و حراس که امروز در افغانستان مسلح است برای شما میاره. این نتیجه امو مطبوعات ناسالم بوده و ایرا را اگر در پیش بگیری، بیان از بیان استفاده سالم اگر بکنین، ای برای شما اصلاح میاره، عدالت گستری میاره، اجتماعتان و زندگیتان مسالمت آمیز میباشه و از خوف و حراس جامعتان پاک میشه، اعتماد میایه. ای قوت بیان اگر در راه راست از ای استفاده شد. انشاءالله. جهان سپاس دکتر سب محترم از این که دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه آمدین. سخنهای بسیار معقول و منطقی و مستند به آیات قرآن و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله بیان کردین. با امید از این که واقعا انسان به او عد بلوغ عقلی برسه که خودش بتانه آزادی بیان درک کنه و در چوکات شعائر دینی و حساب اعتقادی خود خدمت اگر به دین کردن بتانه مستر خیانت نشوه برای مردم و ملت خود. آمین. بسیار از شما آیش میکنم. جهان سپاس. جناب علامه سید فیضانی در اثر خود میگه که اگر راست نگوییم و معایب خود را خود ما و شما امروز به میان ننهیم و چاره اساسی آن را با دست خیش ننماییم، اعدای دین خدای ناخواسته تصرف یافته به زیر سیطره استعماری خیش در آورده و این معایب ما را توسط وسایل اطلاعات جمعی نه تنها به گوش ما بلکه به همه جهانیان خواهند گفت. ای باید ای سخن مورد توجه زمامدارایی باشه که امروز اگر جوانای ما با قیمت جان خود حاضر میشن مشکلات و مصائب اجتماعی سیاسی و فرهنگی را در مطبوعات بیان میکنن، به جای از اینکه اونا را تقدیر کنن اونا را تهدید میکنن، اونا را برچسب میزنن که اینا فتنه ایجاد میکنن، اینا مخالف امارت اسلامی هستن، اینا را به انزوا میکشانن، حتی فتوای قتل و ترورشان میدن به حیث کسی که فتنه بپا میکنن. امیدوار هستیم که بفهمن که ای آب به آسیاب دشمن ریختن است. امی کسایی که به حساب در شرایط دشوار 36 میلیون انسان به حساب در قفس افتاده و اینا هنوز هم در اونجا هستن، هنوز هم بساب در کنار شما هستن، در کنار ملت خود هستن، از روی دلسوزی احساس مسئولیت میکنن و بر شما معایبتانه میگه، شما باید شکر بکشین، اینا رو تقدیر بکنین، نه که اینا رو منزوی بسازین و اونا رو بساب به طرف ترور و به طرف اختناق بکشونین. با اختناق اگر میبود فرعون کامیاب میشد، اگر میشد نمرود کامیاب میشد، اگر کامیاب میشد لینین و برژنف و استالین کامیاب میشد، هیتلر کامیاب میشد. وقتی اونا کامیاب نشدن ای دیگه کسا هم کامیاب نمیشه. هیچ وقت زور به حساب شاید بر کوتاه مدت نتیجه بده، مگر در بلند مدت حتما اثرات منفی خود می داشته باشه. مردم نه تنها کامیاب نشدن بلکه دیدیم که چه سبب چقدر تخریبات شدن، سبب چقدر خونریزی شدن، سبب چقدر پسمانی بشر و بشریت شدن که عالم می دانن اونا مردم که کمونیسم رایش غلط بود، رای هتلر غلط بود، رای فلان غلط بود، رای نمرود غلط بود، از فرعون غلط بود و تلفات داشت برای بشریت، تخریبات داشت برای بشریت. و آیست آیست امیدوار هستم که همه انسان ها پس با فطرت خود وصل شوند. انشاءالله. فطرت انسان فطرت سلیم است. وقتی انسان سلیم شد، با فطرت خود وصل شد، همه چیزها سلیم میشه، دیدش سلیم میشه، گفتارش سلیم میشه، کردارش سلیم میشه، برخورد و اخلاقش سلیم میشه و همه چیزها درست میشه وقت انسان راه فطرت خود که مو راه اسلام است در پیش بگیره. خداوند به همه توفیق عنایت بفرمایه. یک مرتبه دیگه هم تشکر از دعوتتون. امیدوار جهان سپاس از شما، از صحبت های بسیار ارزنده تان بسیار زیاد آموختیم. خداوند به شما اجر کثیر نصیب بکنه. مگه از مراجعات های جناب علامه صاحب میخوانم برنامه را به اختتام ببخشیم. از حضور شما متشکر هستم. خواهش میکنم. یا وهاب الملك القدوس جل جلالك، آنچنان که نعما و اسباب ظاهری را به اهل زمان ما از هر قبیل بسیار دادی، امیدواریم که هر چیز زودتر نعمت توحید و دولت ایمان و اسلام را نیز
به امامت رهبر مظلوم طلا کشتی و همه صلح های جهان هر چیز زودتر در سر تا سر جهان پخش و تعمین بخشی به منک و فضلک یا ارحم الراحمین و هر چی چابکتر اهل خود را به ما و ما را به آنها به خلوص کامل برسانی و این دولت را به سردمداری رهبر ما مرحمت نمایی و هر چی و چنان که نوح علیه السلام طوفان قهر را به کمترین فرصت در جهان دید طوفان رحمت خود را توسط ما در سر تا سر جهان به نور ایمان و اسلام در همه فرزندان بشر عنایت فرمایی و قبول کن دعای ما و همه آن زواد شریف را که به ترقی اسلام و نجات ما و کافه مسلمانان و همه اولاد بشر از دست شیاطین و ظالمین می نمایند. به حرمت اسمائک المخزون و المکنون و الجلیل الاجل عظیم العظم که اننا مغلوب فانتصر بعزک و جلالک یا قدوس المقدس و اعتجل بقبولها یا قاضی الحاجات. اللهم انصر من نصر دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم و عجل بزور مهدی الاسلام و جعلنا من اواني وقت من خذل دین نبینا محمد صلی الله علیه وسلم ولا تجعلنا منهم وجعلنا وسيله لهدايه. خداوند آن نصرت به او کسایی که ناصرین حقیقی دین نبی کریم صلی الله علیه و آله است و بگردان ما را جمله اعوان و همکارانشان خوار و ذلیل و تباه بگردان او کسایی که خوار و ذلیل و تباه میگردانند دین مقدس اسلام و امت اسلام و اله ما را دو جمله نگردان بلکه ما را وسیله هدایت و راهنماییشان قرار بده و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. بینندگان عزیز تا برنامه آینده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.